آره، ملی پوش ایرانی، صلابت ایمان که دروازه حریفان را کرده گلباران. در خدمت ملی پوشان عزیز کشورمون هستیم که حتما برای همه شما علاقمندان فوتبال شناخته شده هستند. جمع حاضر جمع کلی تیم ملی فوتبال نیست. تیمی که از نامش هم پیداست، گروه متحدی است برای پیروزی در مقابل همه حریفان در پهنه آسیا و راه یافتن به جام جهانی فوتبال. گزارش دیدار دو تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوریه را در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 1998 فرانسه، آخرین دیدار از این مرحله را به اتفاق همکارم خیابانی خدمت شما بینندگان عزیز گزارش می‌کنیم، در شرایطی که بیش از 100 هزار تماشاگر را امروز درون ورزشگاه آزادی داریم و چیزی به همین اندازه تماشاگر علاقمند رو هم پشت درهای بسته ورزشگاه، به شکلی که به هیچ وجه حتی جای سوزن انداختن هم نیست در ورزشگاه. یک ملت، یک ضربان. در ابتدای راه جام جهانی 98 ایران کار سختی پیش روش نداشت، چون با تیم‌های هم گروه بود که در حد و اندازش نبودن. مالدیو، قرقیزستان و سوریه در برابر ایرانی که سه بازیکنش تو لیگ آلمان توپ می‌زدن، رقبای قابلی به حساب نمی‌اومدن. همونطور که پیش بینی می‌شد، با نتیجه‌هایی که شبیه بازی‌های ویدئویی بودن، مثل 17-0 و 7-0 در برابر مالدیو و قرقیزستان خودنمایی کردیم. در مورد پخش این فوتبال عرض بکنم، قرار بود این فوتبال رو ما از شبکه سوم پخش بکنیم، منتها امروز خیلی تلفن ما داشتیم. میدونید که شبکه دوم ما پوشش گسترده تری رو در سطح کشور داره و مقامات مسئول تصمیم گرفتن به دلیل اینکه تعداد بیشتری از همیهنان ما این فوتبال رو تماشا بکنن، از شبکه دوم پخش بکنن. یک حرکت انجام میده، ارسال یک توپ، یک ضربه سر و گل. گل اول برای تیم ما به ثبت میرسید. یک بار دیگه دروازه باز میشه، باز هم کریم باقری، یک ضربه سر و گل ششم. برای اینکه در نیمه دوم هم ما بتونیم انشاءالله و با همت بازیکنان خوبمون به گل‌های بیشتری دست پیدا بکنیم. از این بازی تمام یاد میکنم، ما هر چی زدیم رفت. فکر میکنم 6 تا کریم زد، 2 تا علی زد، 3 تا خود من زدم، 2 تا علی منصوریان زد، همه زدن، هر کی رسید یکی یه دونه به اینا زدیم. دو بازیکن ما قصد دارن به بازی بیان، فرهاد مجیدی، مرداد میناوند. فرهاد مجیدی با شماره 19 برای اولین بار و اولین بازی ملی خودش رو میخواد انجام بده. یک ضربه از راه دور، دروازه‌بان برمیگردونه، در برگشت یک ضربه و گل. گل 17 رو هم مرداد میناوند به ثمر رسوند، گل بسیار زیبایی که برای تیم ما به ثمر میرسه و 17مین گل. بله، بی سابقه هست. البته این نتایج تا قبل از بازی آخر دور برگشت در برابر سوریه ادامه داشت. مایلی کوهن به خاطر مشکلاتش با دایی و پیروانی اونا رو نیمکت نشین کرده بود. شاید بعضی از بازیکن‌ها که بزرگ شده بودن تحمل بعضی از حرفا رو که محمد مایلکان تو رخکن بهشون بزنه رو شاد نداشت. حاج آقا به لباس هم گیر میداد، به گردنبند بازیکن، به رفتار بازیکن، به کردار بازیکن، به حواشی بیرون بازیکن، به ماشین من گیر میداد. مثلا کاپیتانتو نگاه کن، امرضا آبزه رنو داشت، رنو 5 داشت، شاید کوچولو. مثلا علی آقا دایی یه دونه پیکان اردبیل 11 داشتش، بعد یه لنسر گرفتش. این دیدار همونطور که به استحضارتون رسوندم دیداری است کاملا تشریفاتی. هر نتیجه‌ای در این بازی حاصل بشه، جلوی صعود تیم ملی فوتبال ما رو به مرحله بعد نخواهد گرفت. بله آقای شفیع، جدول رده‌بندی است که ایران با 5 مسابقه، 5 پیروزی، 37 گل زده، 1 گل خورده و مثبت 36 تفاضل گل با 15 امتیاز در صدر جدول. منصوریان از ایران میندازه تا شاهرودی بزنه از راه دور، همین کار همه جا میده و توی در باشه. گل برای ایران، رضا شاهرودی. آنی بود این ضربه. حالا یه بازی پرگل، سوریه حالا به یک گل تساوی بلافاصله بعد از گل اول ایران دست پیدا میکنه. یزدانی و خداداد عزیزی، شاهرودی هم از جناح چپ، بازم خود خداداد نشان میده که چرا به او بگن بهترین بازیکن آسیا. منصوریان خوب کار میکنه بچه ها از راه دور. یه ضربه عالی، یه ضربه تماشایی از مهدوی کیا که دروازه سوریه به شدت لرزید.
باد شدید یه مقداری وضعیت ارسال توپ‌ها رو توسط بازیکنان ما به هم میزنه و اون دقت عمل رو این باد از بازیکنان ما به هر حال بازیکنان سوری هم به هم میشه گرفته. اگر دوستان عزیز ما در واحد سیار تلویزیون صدای من رو میشنوه خواهش میکنم صدا بردار برنامه یکی از دستیاران ایشون مراجعه بکنم به این قسمت، میکروفون ما اون ثبات خودش از دست داده و من خیلی سختی که کم کم میبینم اون قسمت رو به جهت باد شدیدی که هست روی مانیتور ببینیم. این لحظه خاصی است و خود آداد عزیزی ضربه پای اون با یه وجب اختلاف از روی دروازه به آوت رفت. این چهره ماهیلی کهن هست که حالا باران شدید و باد چهره اون رو مقداری به هم فشرده تر کرده. یاران ذخیره تیم ما کریم باقری، علی دایی، افشین بیروانی و خیلی از بازیکنانی که در تیم ما به عنوان بازیکنان ثابت بودند امروز در کنار زمین قرار گرفتن رو ملاحظه فرمودید. من کنار زمین بودم، خودم کنار زمین بودم، میدیدم که مثلا نیمکت تیم اوضاع آرامی نداره و وقتی که میخواست تعویض انجام بشه خب دایی سر بازده و لخواست بود. و ها در شرایط بسیار نامطلوبی از نظر جبهی مسابقه دنبال میشه، باد بسیار شدید و ضربه علیرضا منصوریان گل بسیار زیبای منصوریان رو هم در بر داره. یه موقعیت برای باز کردن دروازه، حالا بازی میشه 2-2. گل زیبای سوری ها جای هیچ حرف و تردیدی نداشت. گفته شد که مثلا داریوش مصطفی واسطه شد بین دایی و مایلی کهن که مثلا دایی اصفهانی کرده دوباره دایی برگشته به تیم، هرچند که علی بعدا گفتش که من اصفهانی رو نکردم. با پادرمیونی مربی، علی دایی و افشین پیروانی وارد بازی شدن. خوب کار میکنه باز هم علی دایی، حالا باید ضربه رو بزنه، همین کار رو هم میکنه، خوب زد ضربه رو و باز هم ماهر بیرفتار با مهارت توپ رو به کورنر فرستاد. علی دایی توی محوطه جریمه جا برای کار داره. من چیزی حدود 6 دقیقه وقت تلف شده رو فکر کنم گرفته، اینقدر دیگه وقت تلف شده نداشتیم. آقای فنایی هم با سر اشاره میکنه تمام. ایران قاطعانه به مرحله بعد صعود کرد تا با عربستان، کویت، چین و قطر هم گروه بشه. این بار در رقابتی در خور شأن و حضور داشتیم. 1978 آخرین حضور ایران در جام جهانی بود و حالا این نسل طلایی قصد داشت تا حسرت 20 ساله رو پایان ببخشه. بازی اول با چین در شهر دالیان برگزار شد. من فکر کنم بچه ها روی بالای برخورد دارن و مصمم هستن که اولین بازی رو به امید خدا با دست پر برگردن و ما میریم شالا برای 3 امتیاز. فکر کنم یک امتیازم تو چین خودش خیلی باشه. انقدر این چینی ها سر صدا میکردن، انقدر این استودیوم شیپور میزدن و سر صدا میکردن، اصلا گوشمون داشت گرم میشد. ارسال یک توپ توی محوطه جریمه و خطا، خطای رضا شاهرودی و نقطه پنالتی رو داور نشون میده. حالا دستور زدن داده میشه و توی دروازه. توی دروازه اولین گل برای تیم چین. باز هم ارسال یک توپ بلند، یه موقعیت و توی دروازه. توی دروازه دومین گل، این بار بازیکن شماره 7 گل زنی میکنه. دوی توپ تادیم عقب. از اون روزایی بود که میگم اتفاقای خوب قرار بود رقم بخوره. حاکم و خطا، خطای مخرز و مشخص روی علی دایی، نقطه پنالتی رو نشون میده داور. کریم باقری هست، به زیبایی ضربش رو توی دروازه جا میده و حساب کار 2-1 میشه. این بار برای مهدوی کیا، یکی دو بازیکن رو جا میذاره توی محوطه جریمه، یک حرکت و توی دروازه گل. گل، یک گل زیبا و دیدنی از مهدی مهدوی کیا. حساب کار 2-2 مساوی میشه. از اونجا استارت کار مهدوی کیا خورد دیگه، یعنی واقعا هم اعتماد به نفس فوق العاده خوبی گرفت و همینه که توی تیم جا افتاد. یعنی واقعا آقای مالکوهن هم بهش دور داد و ایشون هم دور رو گرفت دیگه. باز هم مهدی مهدوی کیا نشون میده میخواد ضربه بزنه از راه دور و گل.
گل، یه گل زیبا و دیدنی از مهدی مهدوی‌کیا. باریکلا به این جوون ریز نقش فوتبال ما که به زیبایی دو گل جانانه رو توی دروازه چولیانگ جا میده. حالا حساب کار 3-2 شد، ما بازی 2-0 باخته رو حالا 3-2 پیش افتادیم. یک بار دیگه موقعیت برای بازیکنان ما در یک رفت و برگشت. حالا مدیر مصطفی و باز هم توی دروازه گل، گل چهارم تیم ملی فوتبال ما توسط علی اصغر مدیر مصطفی توی دروازه جا میگیره. هیچ کس تصورش رو نمیکرد که ما بازی 2-0 باخته رو حالا 4-2 شکست بدیم تیم چین قدرتمند رو. سنگینی نگاه 30,000 چینی حاضر در استادیوم و صدای شیپور بیوقفه اونا نتونست تأثیری روی بازیکنای ما بذاره و چین رو تو استادیومی بردیم که تا به حال از اون بازنده بیرون نرفته بود. این دیدار یکی از دیدارهای حساس گروه اول هست. همونطوری که میدونید در گروه اول دیدار تیم ملی ما با چین در شهر داریان 4-2 به سود ما خاطر پذیرفت. تیم ملی عربستان هم یک دیدار انجام داده در ریاض که 2-1 به سود عربستان خاطر پذیرفت. 8 دیدار با تیم ملی عربستان انجام دادیم. در این 8 دیداری که انجام دادیم 4 برد داشتیم و 4 شکست، 22 گل زده داشتیم و 15 گل خورده. و البته خدمتتون عرض بکنم که 2 شکستی که ما از عربستان داشتیم در ضربات پنالتی بوده. امیدواریم که این دیدار در حضور این خیلی مشتاق و علاقه‌مند به ورزش فوتبال در ورزشگاه آزادی با پیروزی تیم ملیمون خاطر بپذیره. محمد خاکپور مأمور پرتاب دو پاس برای بازیکنان ما توی محوطه جریمه، ببینیم به چه شکل استفاده خواهد کرد. یک ضربه از علی دایی در برگشت، ضربه‌ای که در دست‌های محمد از دعای جا می‌گیره. یه دروازه‌بان فوق‌العاده خوبی بود. برای ما همونجوری که احمد آبزاده برای ما خیلی مهم بود، برای عربستان هم از دوره واقعا یه مهره تاثیرگذاری بود. در مرکز زمین کریم باقری. یک ضربه از راه دور. در منطقه چپ مهداد بینابند باید سریع‌تر اقدام بکنن. مهداد نگاه می‌کنه. حالا توپ کوتاه ارسال میشه. دایی! و یک لحظه مدیر روستا توپ رو درون دروازه جا بده. خیلی بازی عربستانمون هم خب هوادارامون پر بود، استادیوم پر شد، خیلی هم حمله کردیم و 90 دقیقه حمله کردیم ولی متاسفانه توپمون تو گل نمیره. محمد خاکپور نگاه میکنه، خود خاکپور حرکت توی عرض، منصوریان، خود منصوریان، حالا یک دو میکنه مدیر روستا. پنالتی آقای کوچی خطا هم نمی کرد، مدیر روستا خودش توپو می زد. قطعا همین طور بود. کریم حرکت میکنه و محمد دعای توپ رو مهار کرد. عقب نشینی تیم ما و جلو کشیدن عربستان و حرکات این بازیکن یعنی حسین عبدالغنی باعث خواهد شد تا خط دفاع ایران دچار مشکل بشه. او بازیکن خوبیست در نفوذ روی دروازه. ابراهیم خمیس و ایران به نظر رسید که با دست هست. حالا روی دروازه آبزاده هست و دروازه خودش. حسین عبدالغنی میزنه توپ رو، فرصت برای تیم عربستان و توی دروازه گل برای عربستان. ایران 0-1. منطقه بازی رو عوض میکنه کریم باقری، این بار موفق مهدوی‌کیا حرکتش رو انجام میده. اسپلی مدیر روستا گل، اما آفساید. مجدداً حضور شما عزیزان بیننده سلام عرض میکنم. انشالله که حالتون خوبه و نیمه اول رو هم دیدید. با تلاش صادقانه همه همکاران هم سعی شد که این دیدار به نحوی مطلوب تقدیم حضور شما سروران گرامی بشه. علی دایی حالا فرصت برای زادر شد و باز هم دروازه‌بان عربستان فوق‌العاده کار میکنه. خود دایی میزنه
از بالا ادامه شوت زدم آمین را آقای باقری گرفت منصوریان پاس به عقب باید بده حالا پیروانی فرصت و تو پیران باشه گل 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 ایران گشت قرار سوریه ارزشگاه به بس میاد تماشاگران حاضر در اون هم به همه ترتیب ایران مساوی میکنه و حالا فرصت برد هم هست کریم باقری شاهد جدال سفیدپوشان تیم ملی کشورمون هستید در مساف با تیم ملی کویت در کشور کویت بعد از یک پیروزی 4-2 در کشور چین و یک تساوی 1-1 در ورزشگاه آزادی در مساف با عربستان حالا این سومین دیدار ما هست در کشور کویت و در مقابل آبی پوشان پرروحیه کویتی جاسم الهویدی پاس رو به عقب برای عبدالله وبران ضربه وبران برای بشار عبدالله عبدالعزیز یک پاس عرضی زیبا از او دروازه ایران رو باز میکنه کویت 1-0 در مورد بازیکنان خوب تیم ملی کشورمون از نظر اخلاقی صحبت کردیم از نظر داشتن تعصب فوق‌العاده هم علی دایی نمونه هست یک فرصت در ثانیه های تلف شده این دیدار و گل برای تیم ملی جمهوری اسلامی ایران همه توقع داشتم ما ببریم کویت ما همیشه بازیمون با کویت خیلی نزدیکه و یکی جمع عقب بودیم دقیقه آخر کریم گل رو زد که تونستیم یک میشه بازی مقدماتی برای امتیازات جمع میشه دور رفت خیلی خوب تونستیم امتیاز جمع یک بار دیگه به ورزشگاه آزادی تهران پای می‌گذاریم دیدار سفیدپوشان ایران رو در مساف با سرخپوشان چین شاهد هستیم فرصت برای علی اصغر مدیر روستا و از گرد راه می‌رسه علی منصوریان درون محوطه جریمه یک اشتباه از اوچو نیانگ و یک مهار سیمگی زیبا این گل دیگری هست برای تیم سفیدپوش ایران این تکل تیم چین بود پایان دیدار تیم‌های ایران و چین با نتیجه 4-1 به نفع سفیدپوشان جمهوری اسلامی منتظر صعود زودهنگام و رفتن به فرانسه بودیم غافل از اینکه سرنوشت می‌خواست دمار از روزگارمون در بیاره In the name of God, ladies and gentlemen, Iranian, welcome to here. Thank you for everything. Thank you for everybody. Inshallah today win after the match. See you again. Bye bye. آقای نکیسا حالتش نکن با بد نماشه ببین از آقای دسته خودم نکن خودم نکن آقای دسته دوام بیدم دوستان داریم دوام بیدم چطور ممکنه که بسه اینجاز آقا فیکشا برم قاطی دخیلانش بحث آمادگی جسمانی تو بحث تغذیه اینا ما یه مقدار عقبتر از تیمایی بود حالا تو بحث به قول معروف وحدت تیمی غیرت و تعصب واقعا مثال زدنی بود این تیم اینش دادم آزاده خودمونه یه ذره بغلاشو بریدن اینو شده میگم آه اینش دادم خودم بغلاشو یه ذره بریدن یکی دیگه بشینه بار کلامه حالا پشت هر نفری که زانو بزنه بگی دیگه نه بادو جمع کنیم
نشسته شما نیما جای 14 نفر گرفته برو تو پاره بیار توپ بند اکبر آقا واقعا همونجور که ورزشگاه آزادی ما بازیکنهای حریف رو تحت فشار قرار میده، من میگم ورزشگاه ریاض بازیکنه ما رو بیشتر تحت فشار قرار میده. به تماشاشیما فقط داد میزنن، اونا دایره دنبک هم دارن، بلنگو هم دارن. فشاری که از طرف تماشاچی عربستانی به تیم ایران میاد خیلی زیاده. القادم بإذن الله تعالى عموما كما تابعنا تكتيك إيدو فيستر 4-4 از تهران میام و خیلی امیدوارم که تیممون برنده بشه و برای تشویق تیم هر کجا که باشه میریم. ما با محمد مایلیکان شروع کردیم مقدماتی جام جهانی رو. مایلیکان اعتماد اجتماعی رو به دست آورده بود، اون سرکشی بعضی بازیکن‌ها رو مهار کرده بود، چون به هر حال میتونست بگه من تیم ملی ایران رو سوم آسیا کردم، خودداد عزیزی بهترین بازیکن شده، دایی بهترین گلزن شده، تیم جایزه تیم جوانمرد سالو گرفت. چیز به هم ریخت. ابراهیم سويد ناحية اليمين وتعدي سوبر جول سوبر جول خالد مبابي بيسجل الهدف الاول لمنتخبنا الوطني. حلوة يا خالد، الله يسعدك يا خالد. خالد مبابي بيسجل الهدف الاول لمنتخبنا الوطني. ایران افت شدیدی کرد، دیگه مثل هفته قبل پیشتاز نبود و جایگاهش رو در خطر میدید. سابقه بعد مالی کهن در رابطه که با مطبوعات داشت باعث شد به خاطر باخت به عربستان و تساوی با کویت در تیررس انتقادات رسانه ها قرار بگیرد. تیتر روزنامه های ایران این بود: افتضاح در ریاض. افتضاح نیست یکیش باختن به عربستان تو ریاض. دیدار ایران و کویت آغاز میشه. این حرکت از علی منصوریان، یک دریبل روی پا، پاس رو به عقب، ضربه از 16 شاهرودی، یک مهار سینه از علی دایی، ضربه از او و خالد الفضلی هست که اجازه ورود توپ به دروازه رو نمیده. من اتفاقا یادم میاد بازی ایران و کویت رو به عنوان تماشاگر، من و محمد دادکان با هم رفتیم تو استادیوم تماشا کردیم. همون شب چون می‌خواستیم با محمد دادکان بیایم تلویزیون بازی رو تحلیل کنیم، به عنوان تماشاچی رفتیم تو استادیوم، تو جایگاه، تو چه جایگاه مثلا اون موقع میگفتن 60 تومانی قیمت بلیط ها رو میگم دیگه، 30 تومانی ها، 15 تومانی ها، 60 تومانی ها، اینجوری جایگاه ها رو میشناختیم دیگه. ما رفتیم اون موقع نشستیم 60 تومانی ها، البته بدون بلیط هم رفتیم، 60 تومانی پوندن. این بازی رو به عنوان مهمان اونجا تماشا کردیم و داشتم میدیدم حتی تماشاگر هم همراهی نکرد به خاطر جبی که به وجود اومد، در حالی که تو تماشاگر خوب ایرانی باید ببین. همیشه من این تو گزارشام گفتم تیمی که تماشاگر رو به وجد میاره. خداداد عزیزی، حرکت‌های سبک بالانه اون، یک لحظه توپ به نظر می‌رسید با دستان بازیکن کویتی هم برخورد کرده، یک ضربه زیبا و تماشایی از شاهرودی این بازیکن، یک بار که ضربه سر از علی دایی و باز هم در دستان خالد الفضلی. آره مساوی کردیم. من یادم خب بدترین بازی ما جلوی بازی برگشت جلوی قطر بود. حالا دیگه بخت ایران وابسته به نتیجه بازی با قطر شده بود. مطبوعات خواستار تغییر سرمربی تیم ملی بودن، اما مصطفی همچنان از مایلی کهن حمایت می‌کرد. چین عربستان رو متوقف کرد تا ما برای سفر به فرانسه نیاز به بردن قطر داشته باشیم، اما ایران هدیه چین رو پس فرستاد و بازی رو به قطر باخت. روز قبل از بازی قطر آقای مالیکوان تصمیم گرفتن که یه پاداشی برای شارژ روحی بچه‌ها به بچه‌ها انجام بدن. بازیکن‌های فیکس
500 دلار گرفته بودن، بازیکنانی که بازی نکرده بودن 200 دلار. بزرگترین آسیب و تیم ما از اینجا خورد که من به عنوان بازیکن اونجا حضور داشتم، اختلاف بین بچه‌ها و در نهایت ما یه بازی بسیار ضعیفی انجام دادیم که همه بچه‌هامون خیلی ضعیف عمل کردن و 2-0 به تیم قطر باختیم. واقعا شب بازیارا قطر من دلم نمیخواست برم بازی، اصلا دلم نمیخواست برنامه رو شروع کنم. یه برنامه 2 ساعته 3 ساعته هم آنتن داده بودن به ما، شبکه یک مثلا بازی ساعت 11 شب تموم شد، باید از 11:30 شب برنامه رو شروع میکردیم تا 2 صبح. دوست نداشتم برم به آنتن، اصلا من با واقعا با حالت خیلی بدی، با ناراحتی، حتی با عشق دیگه، میدونید یه عشقم تو مشه هم واسه خاطر تیم ملی همیشه دیگه. مربی از وضعیت پرواز و هتل گله داشت و بازیکن‌ها ادعا میکردن که در طول مسابقه حال بدی داشتن. این وسط بعضیا به غذا و آب بازیکن‌ها مشکوک بودن. وقتی ما اولا رفتیم اونجا هنگام ورود یه چیز مازه 3 ساعت ما رو معطل کردن تو فرودگاه، اصلا ضرورتی نداشت. جایی که به ما هتلمون بود یه جایی بود که پایین و بالاش تا صبح می‌زدن می‌رقصیدن، یعنی شما نمی‌تونستی راحت استراحت کنی. بچه‌ها می‌دونید کشور حوزه خلیج فارسی مقدار متحد بودن و یه زاویه نسبت به ایران داشتن، ولی واقعا ما خودمون نبودیم. مثلا نمی‌دونم یه شرایطی بود، خب الان ولی دقت می‌کنم به این مسئله غذا و اینا و آشپز خودتون ببرید، خود با خودمون می‌بریم پس فردا هر احتمالی بود، چون ما همیشه میزان دوندگیمون خیلی بالا بود. تو اون بازی میزان دوندگیمون بالا نبود. کریم باقری که همیشه به اخلاق خوبش معروفه دست به اقدامی زد که از او بعید بود و از زمین بازی اخراج شد تا نه تنها نتیجه بازی بلکه اخلاق رو هم ببازی. خب مربیشون اینجوری میکرد که به چسب شماره 6، یعنی قبلش هم و خب اونا اکثرا ایرانی بلد بود، اما موقعی که خب اومد تو زمین همش بد و بیراه میگفت. ما باخته بودیم، اعصاب نداشتیم. فدراسیون اما باید جواب مردم رو میداد. بالاخره مصطفی تسلیم درخواست مردم شد. همه چیز به هم ریخت. اصلا انگار میگن تیم تلس شد. تو 3 بازی آخر ما نتیجه نمیگرفتیم. خدا داد از این رو نیمکت میشست. یادم هوادارا اعتراض میکردن، روزنامه نگار اعتراض میکردن که خدا داد بره توی تیم. این نظمی های یواش یواش شروع شد. روزنامه ها خب اون موقع قدرت زیاد داشتن، قاعده ها رو به هم زدن. و یادمه وقتی مایلی کان رفت خبر ورزشی تیت زد که خدا رو شکر مایلی کان برکنار شد. آقای مایلی کان خب درقش کم لطفی شد دیگه، ولی خب این دیگه ذات فوتباله، ذات ورزشه. حالا ما باید با سرمربی جدید و محرومیت کریم باقری راهی مرحله پلی آف می شدیم تا با ژاپنی بازی کنیم که در تاریخش حتی یه بار هم به جام جهانی صعود نکرده بود.